مخاطب عزیز سانه پشت جرای درود به مخاطبین عزیز بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیم هم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم و دارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه جیبتون پرپول باشه و از همه مهمتر سالم و سرحال باشید و کانال یوتیوب برنامه پشت پرده هم سابسکرایب کرده باشید که اگر سابسکرایب نکردید یه دکمه قرمز رنگ این پایین هست نوشته سابسکرایب زنگوله رو هم بزنید که این روزها برای شما خبرهای داغ و بکن بکن تا دلتون بخواد داریم و ماشاءالله رتبه اول بکن, بکن بکن ایران رو برای بچه های مدیر استان گیلان به دست آوردن از فرمانده سپاه بگیر تا مدیر کل ارشاد حالا نماینده ولی فقیه و یکی از این آخوندها که چتش اومده بیرون که ایشون هم ماشاءالله لواتکار از آب در اومده و من خواهشن دارید مدیریت بکنید آموزن جوری باید بگم خواهشن چه خواهش نباید از شما که ایشون چرا می‌بینید؟ ایشون چتاش در اومده با یه پسر داره همه رو میکنه که بیارتش خونه ترتیب شده که جلوتر چتایی هم که لو رفته رو برای شما منتشر خواهیم کرد کوکو پشمتون یه جا بریزه و از مسئولین از اونایی که تونکن نیستن تقاضا میکنیم که یک کافور رایگانی بین این مدیران مسئولان توضیح بکنن واقعا داره آبروتون میره قبلا هم گفتم که اینا خودشون رو به در و دیوار میکوبیدن و میگفتن که آی بدبخت شدیم امام انقلاب اسلام پاره شد و ملتن که میخوان لخ بشن حالا فیلم کنکنک بازی ها و چطای کنکنک بازی این افراد داره یکی پس از دیگری لو میره و این چهره آقای حامد اسد زاده به عنوان امام جمعه سابق خمام و نماینده ولی فقی در دانشگاه گیلان و مدرس حوزه علمیه که چتاش لو رفته که حالا جلوتر هم به شما چتاشو نشون خواهیم داد و قبلا یه شایعی شده بود که یه سری از این آخوندهایی که میرن قوم درس حوزه میبینن اونجا یه سری از این آخوندها رو میذارن کونشون به ترتیبشون رو میدن و یه دوست جلسه اول تنگ بعد به مرور زمان جا باز میکنه الان با این خبرها و با این فیلم هایی که بیرون اومده ماجرا دیگه داره بیخ پیدا میکنه و یه دوسته تا از کانال های تلگرامی و دوسته تا از این خبرگزاری های غیر رسمی چون خبرگزاری رسمی حقیقت خواهی نمی کنن این خبرها رو منتشر بکنن مدیراشون رو بازداشت کردن و اونها خودشون اعتراف کردن که یک تیم عملیاتی پرست توی نر سازنده چون اینا بکنن کونیمونی دیگه یعنی سیستمشون نرم هم زن دارن هم گرایش به مرد دارن گرایش به زن دارن باز هم میگم احترام باید بذاریم به اون کسایی که دگر باشی جنسی دارن و حالا یه سری گرایشات دارن اونا که هیچی ولی اینایی که میان مصاحبه میکنن و اونایی که مثلا حالا گرایش دارن به جنس موافق خودشون رو بهشون میگن که بعد اعدام بشید و هزار تا مشکلات سر راهشون میذارن باید اینا رو کرد. اما همین حاج آقای حامد اسدالله زاده ببینید که چی گفته بوده گفته بوده که امام جمعه خمام مدافع حقوق زن کجا خفه خون گرفتند مردم تا که شاهد حضور اوباشی باشند که گیلان رو حیات خلوت مفاسد خود میدانند یه پایگاه خبری بوده گفته که امام جمعه خمام در واکنش به حد که حرمت بانوی محجبه گفت توقع جدی و آهاد امت الله از داستان گیلان این است که جهت پیگیری این جسارتی که به بانوی محجبه خمامی شده دستور قاطع و بازدارندهی داشته باشه تا قدری از جراحتی که به قلب غیرتمندان وارد شده است التا... التیام یا بدون. التام چی؟ التیام یعنی با یه روخ و کاری میان میرن صحبت میکنن یعنی میگی که آقا اینا اصلا خود پیامبر هست اینا مستقیم تو بهشتن یعنی یه حرکت های مصاحبه اینا میکنن تو آبدان هم بین برابر جای رفیق من قفله هنه قفلش باز نشد اون قیافه چونچونت بیاد بعد این تصویری هم که میبینی حالا این پایین حالا اون پایگاه خبری بوده که تصویره رو زده بوده و اینجا هم تصویر چغال پارتی و گی پارتی هستش که شما دارید میبینید و اینجا حالا خبری که زده بودن گفتن که مسابقه آمادگی جسمانی بوده حالا اعتمالا این تصاویری که مشخصه اینجا اعتمالا مسابقات آمادگی تحتانی بوده یعنی اونجا میزدن و فشار میدادن و اینها ببینن طرف چقدر آمادگی جسمانی داره اما چتایی که لو رفته ببینیم یکم زوم میکنم براتون از سمت چپ میخونم گفته که استاد اسد گفته که حاجی جان بمون بعد نماز اصلا نمیتونم تو کلاس بشینم دوست دارم تا تهش حست کنم بعد نوشته توجه به تمرین باشه صادق پیام ها را نبینه پاک کن کی وقتش میرسه مگه خوب نبودم چرا زیرش معلوم نیست مگه خوب نبودم بعد این گفته که فعلا دانشگاه مطمئن نیست خودت وضعیت دیدی متی باش بذار هاج خانوم اگر با بچه ها خونه نبودن زنگ میزنم به خاطر کتاب بیای دیگه پیام نده کنکش زنم داشته کونم میکرده هشتری ها لامستب از چشاشون زده بیرون بعد گفته که حاجی جان تحمل ندارم بعد حالا چند روز بهش گفته که سلام امیر رستن کجایی نمشته سلام حاجی چی چی از ما کردی یا یادی از ما کردی کو... خونه نوشته که کوچسفهان خونه مادر بزرگم هست بعد یه عکس فرستاده نوشته وای جرم بده نوشته تمیزش کردم به عشق سوراخت سریع بیا بخوابون <applause> برای اردو فردا هم یه برنامزی کنیم بچه ها میپرسن نوشته که خا حالا خانمی چی آ اینجا نوشته که حرکت میکنم الان این, این ورشم حالا اقداری نوشته میتونی خودتو برسونی به کدوم یکی پشت ترمینال نوشته آها جانباز و فلان اینا حالا بایدش کاری نداریم بعد نوشته که حرکت میکنم الان محکم بزن خیلی محکم اینم نوشته دربست بگیر پولو میدم بهت اینجا کار اداری رو زحمت کشیده چیز کرده بعد نوشته که آره دیگه این همشته وای جرم بده یعنی پشمام این حاج آقای این تصاویرش اومده بیرون بعد همین ها میرن پشت تیروبون میگن آغز بالله و حالا بزن اینجا من براتون چیزش میکنم که الله الرحمن امروز میخوایم به شما درس زندگی بدیم منم شیطان رژیم و از این حرفای های قلوم به سلوم به میزنن تایش می‌بینی که کن کنن مثل اون فیلم اعترافات اون نوجوان بسیجی که اومده بود بیرون و مصاحبهش اومده بود بیرون با مدیر کل سابق اداره فرنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان رضا سقتی خوابیده بود و میگفتش که به خاطر اینکه میترسیدم یه شهر دیگه یه استان دیگه خدمت بکنم اومدم چون دادم به این مدیر کل سابق ارشاد که بنازتم تو شهر خودم که مام تو اون ویدیو گفتیم که یعنی چون کش تو میترسیدی بری یه شهر دیگه بدی گفتی به مدیر کل شهر خودم بدم و گذاشتن چون میترسیدی خلاصه داستان اینا همین شده و باز هم تقاضا میکنم از مسئولین ناموسن شرافتن یک کافور رایگانی از آخونتای شهراشون شروع بکنن توضیح بکنن یه مقدار این درجه حرارتشون بیاد پایین آروم بشن و با آرامش امام و انقلاب اسلام رو فرو بکنن تو دل اون آدمایی که اینا رو دوستشون دارن خیلی مخلصیم